پانزدهم بهمن ماه 1395 خورشیدی و سوم فوریه 2017 میلادی. در امشب صفحه آخر میپردازیم به یک ترور حکومتی و ملاقات یک قاتل و یک مقتول، ملاقات کسی که قرار بود از ترور شود با قاتل خودش. پرده آخرم آخر برنامه. قبل از اینکه شروع کنم برنامه رو به روال همیشه لازم است بگویم که نظر مهمانان محترم برنامه الزاماً نظر صدای آمریکا نیست. و یک نکته دیگه هم تا یادم نرفته بگم که بیننده انتقاد کرده است از استفاده بنده از کلمه ترک تازی توی یکی از برنامه‌های گذشته و گفتن که ممکنه برخورنده باشه به ترک‌ها و ایرانیان ترک زبان یا هر نامی که میذاری تو اختلافایی که هست، به هر حال برخورنده باشه به ترک ها. حرف حساب جواب نداره، کاملا درسته. این کلمه های بد مفهوم ناجور رو نباید استفاده کنیم، ببخشید. خب، دهه فجر نظام جمهوری اسلامی است، نظامی که البته که مقدس است، متهم است به حمایت کننده اصلی تروریسم در جهان. اون چه که به ترور مخالفان یا منتقدان ایرانی حکومت ایران مربوط میشه، فارغ از نمیدونم حزب الله و فلان و لبنان و سوریه و این داستانا، اون چیزی که به ترور مخالفان ایرانی مربوط میشه میدانید که فهرست بلند بالایی است که بارها تو همین برنامه دیدیم. اون فهرست رو دربارش بارها برنامه داشته ایم، از جمله برنامه‌های درباره ترور صادق شرفکندی، دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران و چند نفر دیگه در رستوران میکونوس در برلین در شهریور 71 1371. دادگاه برلین هم که میدونید 4.5 سال طول کشید، از آبان 72 تا فروردین 1376، و نهایتاً کمیته تصمیم گیرنده و رهبری کننده ترور در رأس هرم جمهوری اسلامی رو مسئول اون ترور اعلام کرد. خامنه ای، رفسنجانی، ولایتی، فلاحیان مستقیما مشخصا در دادگاه میکونوس به عنوان متهمان اصلی مطرح شدن، که بعد به اون فهرست متهمان تروریسم در جهان در ارتباط با عملیات تروریستی دیگه، البته افراد دیگری هم اضافه شدن، مثل احمد وحیدی که عکسش الان در این طرف راست پایین این عکس ها میبینین، از فرماندهان سپاه وزیر دفاع احمدی نژاد بود در ارتباط با اون ماجراهای ترور آرژانتین و انفجار آرژانتین و اینا. باری یکی از 170 شاهدی که حدود 170 شاهدی که در حدود 250 جلسه دادگاه میکونوس شرکت کرد، آقای ابوالقاسم مصباحی بود، از نزدیکان آیت الله خمینی و مأمور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در دهه 60. مصباحی به عنوان شاهد 30 تو دادگاه میکونوس شهادت داد که کمیته ترور در رأس حکومت جمهوری اسلامی تصمیم گیرنده ترور میکونوس است و بسیاری ترورهای حکومتی دیگر. ما دو تا برنامه داشتیم تو دو هفته پیاپی در پاییز و دی ماه، آخر پاییز و اول هفته اول دی ماه 1393 با آقای دکتر ابوالحسن بنی صدر درباره ساختار شبکه ترور در نظام ولایت فقیه، که اگه ندیدین حتما بریم پیدا کنین ببینین، بسیار برنامه مفیدی است. توی یک قسمت از اون دو برنامه که به شاهد 30 در دادگاه میکونوس پرداختیم، یعنی همون ابوالقاسم مصباحی، آقای بنی صدر گفتن که زمانی مصباحی از چنگ جمهوری اسلامی گریخت و به اروپا رفت که دادگاه میکونوس برگزار شده بود. یعنی چی؟ یعنی اوائل سال 1372. 8 سال قبل از این آقای مصباحی عضو تیم ترور هادی خورسندی بود در سال 1364 در انگلیس، که البته خود مصباحی نقشه ترور رو با مشخصات تروریستا به پلیس انگلیس میده. نمیدونم از کجا تماس میگیره با پلیس انگلیس، تماس میگیره و تروریست ها گیر میفتن و ترور انجام نمیشود، که حالا شرحشو در برنامه خواهیم گفت. مصباحی برمیگرده ایران بعد از این اطلاع رسانی به پلیس انگلیس، برمیگرده ایران و تا 7-8 سال باز در دستگاه اطلاعات جمهوری اسلامی کار میکنه، تا
ترور میکونس اتفاق میفته و در فاصله اتفاقی که میفته، یعنی در فاصله ترور میکونس که سال 71 بود، کشتار میکونس، تا دادگاه میکونس که سال 72 شروع شد، حدودا یک سال اینجا فاصله است. تو این فاصله مصباحی از ایران مخفیانه خارج میشه و به واسطه آقای بنی صدر به عنوان شاهد سی در دادگاه میکونس شهادت به محکومیت سران جمهوری اسلامی میده. خب آقای بنی صدر درباره چگونگی آشنایی خودشون با شاهد سی دادگاه میکونس، یعنی ابوالقاسم مصباحی، تو برنامه‌ای که اشاره کردم توضیح میدن و میگن که یک وکیل فرانسوی که وکالت جمهوری اسلامی رو به عهده داشت، مجوز دیدار آقای مصباحی رو با آقای بنی صدر در پاریس از مقامات فرانسوی میگیره. اولین بار سال 1367 است. این تاریخ ها ببینین مهمه، من ببخشید وقتتون رو میگیرم، مهم است این تاریخ ها ببینین. سال 64 میاد با یه تیمی هادی خرسندی رو ترور کنه. سال 67 میاد آقای بنی صدر رو میبینه، پیغام میاره از طرف آقای خمینی برای آقای بنی صدر. سال 72 فرار میکنه از ایران، میره تو دادگاه میکونس شهادت میده علیه سران جمهوری اسلامی. خب اینا رو داشته باشین. اولین بار که آقای بنی صدر رو میبینه آقای مصباحی، یعنی میاد تقاضای دیدار با آقای بنی صدر رو میکنه، سال 1367 در پاریس. چون نخستین بار به عنوان نماینده آقای خمینی نزد من آمد، من اون رو نمیشناختم. چه سالی بود آقای دکتر؟ از سه ماه قبل از پایان جنگ. بله، میشه 1368 هشت هفت ببرد. بله بله بله، هفت هفت. در هر حال این وکیل به الیزه، یعنی کاخ ریاست جمهوری آقای میتران رئیس جمهور بود، و وزارت کشور فرانسه مراجعه کرد، موافقت گرفت، اونا این آقای مصباحی را آوردن به خونه من، محل سکنای من، و بعد از اینکه پیامش داد بردن. پیامش هم این بود که شما برگردید به ایران، هر کار بخواهید من میکنم. آقای خمینی پیام داده بود، من هم جواب دادم من هیچ چیز جز آزادی و استقلال نمیخوام، اونم محتاج آمدن من به ایران نیست. یه نوبت دیگه هم بعد آمد ایشون، باز همین رو تکرار کرد. این دفعه گفت شما فهرست کنید اینا که میخواهید. من هم گفتم که این میشه یک ادعانامه که در تاریخ میمانه ها، میخواه به ایشون بگو اگر مایلید من سیئات اعمال رو همه رو بگم میارم رو کاغذ، اگه میخواد بنویسم. اما مسئله این است که شما ایران ما به یک انقلاب معنوی، انفجار معنوی نیاز داره. شما باید بیاید در رادیو تلویزیون از خدا و خلق خدا پوزش بخواهی برای این استبداد سیاهی که برقرار کردی و این جنگی که 8 سال به این ملت تحمیل کردی و حالا هم نزدیک است به شکست، محتاج من شدی به دنبال من فرستادی. ماجراش این بود. بعد اون یه وقت دیگری یک دوست او داشت الجزایری، او به من اطلاع داد که این آقا به آمده به پاکستان و جانش در خطره. اون وقتی که کوشش های زیادی شد که او بیاد برای شهادت در دادگاه، البته دولت آلمان مطلقا زیر بار نرفت و دستگاه قضایی گفت ما ناتوانیم از اینکه او رو بیاوریم. به کشورهای دیگه اروپایی هم مراجعه شد، اونا هم نکردند. خود ایرانی ها یه ترتیبی دادن که حالا دیگه جای ندارد که من رو برای شما توضیح بدم در تلویزیون. به هر حال او رو آوردن به بلژیک و او همون روز رسید که من در دادگاه مشغول شهادت بودم. قبل از اینکه بروم به دادگاه، اون اطلاعاتی که میخواستم به دادگاه راجع به تیم ترور رو اینها ارائه بدم، برای او فاکس کردن که او تصحیح کنه اگر غلطی داره، اسامی رو اگر نادرست درست کنه. کم او تکمیل کرد اون فهرست رو و من اون رو در دادگاه بعد معرفی کردم. نه او رو، اول اون رو عرض کنم، اون رو معرفی نکردم، من که مطمئن نبودم که میپذیره بیا به یاد دادگاه یا خیر. دو شاهد دیگه تو ذهنم بود، اونها رو معرفی کردم. بعد به او مراجعه شد، او گفت که آمادگی داره برود در دادگاه شهادت بده. خودشم رفت به خودش معرفی کرد به دادستان دادگاه و شهادت داد.
بعد از اون دو دیداری که با شما داشت، بعد از حالا نمیدونم چند ماه یا چند سال از ایران میاد بیرون، نه لزوما مستقیما به خاطر اینکه دادگاه میکنه ترور میکنه انجام شده و میخواست شرکت کنه در اونجا یا مثلا افشاگری بکنه، خودش در ایران مستقل از همه اینا مشکل داشت که آمد بیرون، یا اینکه دعواش بود یا خلاص قبول نداشت. من کامیونیش کنم. بعد یکی از مقامات واواک بهش گفته بود زود در رو میخوان کامیونیت کند، یعنی بکشن به ترتیب مثل شهید دکتر امیرعلایی که او رو کامیونی کردن، یعنی گفتن تصادف کرده کشته شده. اینا میخواستن کامیونیش کنن. این هست که این در رفته بود، یعنی به دلیل اطلاعاتی که داشتی یا به دلیل مثلا اختلافاتی که نمیدونم شما در جریان هستین یا نه. ببینید این آدم ها به محض اینکه خب خود اینم آخه یه دفعه مأمور تیم شده بود که در انگلستان آقای خورسندی رو ترور کنه که نکرده بود و به اون پلیس انگلیس هم گفته بود از قرار که ترتیب اطلاع داده بود که این جانش در خطره، این آقای خورسندی. پس این سابقه رو داشت و خب این بعدم تصمیم گرفته بود که رها کنه همکاری با اینها رو. خب آدم هایی که این دور اطلاعات دارند و در این فعالیت ها شرکت دارند، اینا خود نمیذارن زنده در برن. از اینها هم که ترور میکنن، بعضی از اینها رو حذف میکنن بعدها. بله. اونا خیلی باید دیگه کاملا سرسپرده باقی بمانند که حذف نشوند. بله. ابوالقاسم مصباحی از نزدیکترین افراد محافظ آیت الله خمینی بود از همون سال 57، از موقع انقلاب. برادر زن بله، این عکسی که داریم میبینین ابوالقاسم مصباحی است در کنار آیت الله خمینی. خب خوشبختانه نوشتن دوستان. ابوالقاسم مصباحی برادر زن حمید انصاری قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی است. یک کتابی به اسم هنوز در برلین قاضی هست، نوشته مهران پاینده، عباس خداقلی و حمید نوذری، که در واقع سند با ارزشی است از آنچه در دادگاه میکنس و در پیوند با اون دادگاه گذشته. در واقع اسناد است در این کتاب همه، بعد این دوستان تهیه کردن این کتاب رو. یه قسمت از این کتاب که مربوط است به شهادت ابوالقاسم مصباحی در دادگاه میکنس سندی است که آقای رضا گلپور هم ازش استفاده کرده است در ایران. رضا گلپور پژوهشگر مسائل اطلاعاتی و امنیتی در ایران که قبلا هم بارها نقل قول کردیم از اسنادی که ایشون ارائه دادن و از داخل وزارت اطلاعات دستگاه اطلاعاتی ایران، اسناد البته انتشارش با ارزش هم میشه. بزنین یک که گزارش گلپور رو بخونم که در معرفی هماهنگ کننده تیم ترور هادی خورسندی اهمیت داره. یعنی اسم مستعار این آدمو کنار زده گلپور، خب چون به اسناد وزارت اطلاعات دسترسی داره و اینها رو رک دستش درد نکنه آقای گلپور اومده اینها رو اعلام کرده، مطرح کرده. هماهنگ کننده تیم ترور عادی خورسندی کی بود؟ آقای محمد هاشمی، همسر خانم معصومه ابتکار، الان رئیس سازمان معاون محیط زیست آقای حسن روحانی. بذارین براتون بخونم این تیکر. سید محمد هاشمی با اسم مستعار سید محمد موسوی زاده، سرمایه‌گذار کلان و مالتی میلیونر امروزی، معاون وقت ری شهری وزیر اطلاعات میرحسین موسوی در دوره ریاست جمهوری خامنه‌ای، دارای شرکت بزرگ اقتصادی که با آسیای میانه کار تبادل و ترانزیت انجام میدهد. محمد هاشمی از گروگانگیران سفارت آمریکا بود و همانجا با سخنگوی گروگانگیران یعنی معصوم ابتکار آشنا شد و بعد با هم ازدواج کردند. ابوالقاسم مصباحی که به عنوان شاهد سی و با حمایت سید ابوالحسن بنی‌صدر در دادگاه پرونده قتل شرفکندی به همراهانش در رستوران میکونس شهادت داد، در روز ششم مهر ماه 1375 در دادگاه میکونس گفت در آن زمان محمد هاشمی با اسم مستعار محمد موسوی زاده با یک کپی از فرمان قتل هادی خورسندی به دوسلدورف آمد، دوسلدورف آلمان. در آنجا من در حضور او با فرماندهی مسئول این سوء قصد و معاونش ملاقات کردم. چون هر دو عرب بودن، اینا رو مصباحی میگه، چون هر دو عرب بودن، فارسی نمیدانستن و فرانسه صحبت میکردن، من در مذاکرات آنها با موسوی زاده، یعنی همین آقای هاشمی که دارین عکسش رو میبینین، شوهر خانم ابتکار،
مترجم بودم و فرمان قتل را ترجمه کردم. فرمان قتل پس کی میاره؟ به خط آقای خمینی. فرمان قتل آقای محمد هاشمی، شوهر خانم ابتکار که به اسم موسوی زاده در تیم ترور هماهنگ کننده تیم ترور بوده، او فرمان قتل میاره و آقای مصباحی هم میگه که من مترجم بودم اینجا. بعد محمد هاشمی در این صحبت اشاره کرد که فرمان قتل باید به اجرا درآید و هر تأخیری گناه است. در اتریش پول و عکس قربانی که از طریق سفارت ایران در وین فرستاده شده بود را به تیم دادم. به علاوه من در گرفت منم اصفهانی در گرفتن دستور اجرای سوء قصد از وزارت اطلاعات در تهران و انتقال آن به تیم همکاری نمودم، به این صورت که در این زمان باز هم به دلیل زبان دانستن به خواست فرمانده تیم لغت به لغت به تهران اطلاع دادم که ما می‌خواهیم فردا جشن به راه بیاندازیم. این کد عملیات بوده، ما می‌خواهیم فردا جشن به راه بیاندازیم. من مصباحی، من خود پاسخ را از سید محمد هاشمی یعنی شوهر ابتکار دریافت نمودم و به تیم دادم. پاسخ از ایران این بود: جشن در شب اجرای قتل من به طور ناشناس به پلیس انگلیس تلفن کردم و سوء قصد جاری را اطلاع دادم. شبی که باید صبحش انجام می شد این قتل. در زمان ماجرای خورسندی من پاسپورت سبز دیپلماتیک داشتم. همه جام البته توی به جای اینکه بگه عادی خورسندی تو دادگاه میگه خسرو هرندی و اسم مستعار گذاشته بودن حضرات اون موقع برای عادی خورسندی گذاشته بودن خسرو هرندی. از اون بر واژگون کرده بودن عادی، اسم عادی رو بعد میخواستن خودشو واژگون بکنه. در خدمت استاد شعر طنز فارسی خواهیم بود. من قبل از اینکه بریم سراغ آقای خورسندی یکی دو نکته از باید خدمتتون عرض بکنم. یکی اینکه کتاب شعرانه تازه ترین کتابی از ایشون که منتشر شده است، حجم ناچیزی است از مجموعه کارهای هادی خورسندی که من نمیدونم چه کسایی همت خواهند کرد آثار هادی خورسندی رو که از پرکاران عرصه شعر و طنز و روزنامه‌نگاری هستن ایشون تنظیم بکنن، خودش که نمیرسه آقای خورسندی و این کارو نمیکنه و منتشر بشه آثار ایشون. هادی خورسندی نشریه طنز اسقر آقا رو از سال 1358 تا حالا در لندن منتشر کرده است. در آغاز به صورت چاپ کاغذی و اشتراک و ارسال به مشترکان در خارج از ایران و بعد از اومدن اینترنت و فضای مجازی هم که به صورت آنلاین چند سالی است منتشر میشه. همین نشریه اسقر آقا که تنها نشریه اپوزیسیون طنز بعد از انقلاب بود و خب خیلی پرطرفدار، همین اسقر آقا فکر میکنم باعث شد که آقای خمینی فتوای قتل ایشون رو صادر کنه. در خدمت شما هستیم آقای خورسندی، استاد شعر طنز فارسی. خواهش می‌کنم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تماشاگران. متأسفم که جشن اینها برگزار نشد و این هم خاطر خوشبختانه برگزار نشد. شما الان اینجا بها بر اونها متأسفم، خدا که متأسف نیستم. و ببینید شما تا الان به جز یک بار که ما یک برنامه بی پرده بی تعارف با شما گذاشتیم و مختصری درباره این ماجرای ترور صحبت کردین، یعنی من در واقع ازتون حرف کشیدم و شما یه مقدار احساساتی شدین درباره اون ماجرای ترور، من یادمه که یه مقدار ماجرا به اشک و سوز و گدازم کشید. نه اونا برای بچه هم بود، برای یادآوری خاطره که بچه های من و ما کوچیک بودند و آره دلتون نسوخته بود برای تروریستا، برای بچه ها سوخته. و غیر از اون واقعا حالا جدا از صحبت رادیویی یا تلویزیونی یا چی که میگم، همین یه بار بود که توی برنامه بی پرده بی تعارف مختصر صحبت کردین. ببینین شما با این پرکاری، با این حجم کار به ویژه طنز و مخصوصا در ارتباط با طنز میگم که این سوژه مهمترین خبری که در این رابطه هست، من بگم به شما بینندگان عزیز، اصلا به این دلیل آقای عادی خورسندی داشتن میرفتن دانشگاه استنفورد سخنرانی داشتن، باید از روی واشنگتن رد بشن برن اونجا، وقتی که لندن میان از جایی که ما هست باید روی اینجا رد شن. بعد آقای دکتر عباس میلانی دعوتشون کردن برای دانشگاه استنفورد و خلاصه ما هواپیما رو کشیدیم پایین. ما تماس گرفتیم با آقای خورسندی قبل از سفرشون، خواهش تمنا که شما بیاین اینجا یکی دو روزی بمونین و ما بتونیم این برنامه رو داشته باشیم، به ویژه چون در دهه فجر نظام مقدس هستیم، به ویژه چون بعد از فوت یا نمیدونم قتل احتمالی آقای هاشمی رفسنجانی هستیم که از به هر حال یکی از معماران اصلی نظام جمهوری اسلامی بود که عرض کردم به عنوان متهم اصلی تروریسم در جهان مطرح است و این ترور هم
بر طبق احکام دادگاه و اصلا صورت جلسه های 250 جلسه دادگاه میکنوس یکی از تصمیم گیرندگانش آقای هاشمی رفسنجانی بود. حالا همه اینا به هر حال یه تقارن زمانی داره و از همه مهمتر رفتن آقای خورسندی به دانشگاه استنفورد. به هر حال فهمیدم چه سوال. خیلی ممنون، دمتون گرم که درش فوردین. حالا بگین چرا این موضوع اصلا هیچ وقت نه تو شعرهای شما، نه تو نوشته‌های شما، نه تو طنز شما هیچ وقت نیومده؟ آقای خورسندی رفتن، بعد از من نمیذارم حرف بزنم، من یادم میره. آقای خورسندی رفتن اخیراً قاتلشون رو در آلمان دیدن و من به این دلیل بود اصرار کردم ایشون که داش بیارن اینجا در این باره به ویژه صحبت بکنیم. رفتن آقای مصباحی رو پیدا کردن که حالا صحبت خواهیم کرد و ایشون رو ملاقات کردن، ایشون با هم دیگه نمیدونم شراب خوردن، کباب خوردن، نمیدونم چیکار کردن. بفرمایید خواهش می‌کنم. چرا ننوشتین؟ چرا هیچ وقت این نبود؟ سه تا مورد داریم. یکی این که اگر ما با یک رژیمی طرف بودیم که کم آدم کشته بود، کم نویسنده کشته بود، کم هزاران جوانه ما رو کشته بود، کم زندانی، کم اعتصاب قضایی، کم زیر شکنجه هموطنان ما رو تلف کرده بود، اون وقت میشد که بگیم که من اون نوبرش آوردیم و بنده شهید زندم. ولی آدم واقعا خجالت میکشه از روی بازماندگان، از مادر ستاره بهشتی یا که بگه که من هم قرار بودی است که حالا چیز بشم. فکر نمی کنم که موردی داشته باشه اصلا. یه خود چیز یک دو این که من میخواستم خودم رو ترور نکنم و این قضیه رو اصلا اون وره ذهنم بگذارم، مثلا اینو جزء اون حادثه های زندگی خودم قلم داد نکنم، فراموش کنم، بره پی کارش و میگم اگر که ذهنم ترور نشه. ما اون سه، یه سه هم داره و اون اینه که من موضوع خبر بودم اما منبع خبر نبودم. من اون چی که میدونم یه تیکشو پلیس انگلیس برام گفته، یه تیکشو آقای مصباحی تو دادگاه میکنست گفته، یه مقدارشه من برنامه شما، مثلا من آقای گلپور و شوهر خانم معصوم ابتکار اصلا خودم نمیدونستم ماجرا چی هست، بنابراین اطلاعات کافی نداشتم. همین لقمه‌ای که یک کلمه آقای بنی سعد گفتن، شما گفتین، آقای مصباحی گفته، اتفاقا من خواستم این دفعه بیام این لقمه رو سفره رو ورچینیم و دیگه چون حالا من به آمریکا نخواهم اومد، با رئیس جمهور بعدی میام. این استش که به این دلایل، به این سه دلیل، ولی اصلش همون بود که ما نوبرشو نیاوردیم و انقدر تلخی قضیه. شما با رئیس جمهور بعدی نیومدین، با همین رئیس جمهور هم همین الان هم با همین رئیس جمهور فعلی اومدین شما. بله بله، دیروز پریروز. من دفعه دیگر رو میگم. ببینین، بیاین اول ماجرای ترور نشدن رو بگین. درسته که قبلا چند سال پیش در برنامه بی پرده بی طرف گفتین، مختصر این ماجرا رو بگین، من دیگه نخوندم از اسناد دادگاه. ببینید، یه روز سال 1984 63 خودمون میشه ها، یه روز بعد از پلیس های انگلیس اومدن اونجا و من گفتن که دو تا کار باید بکنی، یا اینکه هر جا میری یه مأمور باید بیاد، که زن من خیلی استقبال کردن، همسر گاره خیلی خوبیه، مأمور با این بفرسته من میرم کجا میره، یا اینکه از خونت بری بیرون با خانواده و خارج از شهر باشی، که ما دومی رو انتخاب کردیم و سوار شدیم. اون موقع من یه خودم تعارف ایرانی با این پلیسا حالا مزاحم چی شدیم، من تو امریکا چه 5 سال از انقلاب گذشته بود که به حقوق خودم اونقدر آشنا نبودم که شما باید منو تعمیم بدید و اینا، ولی خب محبت کردن و ما پاشیدیم رفتیم. من تنها که گفتم با این ایرانی تماس نگیر، که البته خب ما معمولا گوش نمی کنیم، من به فرهنگ دوستمون حسین قویمی که الان برنامه ساز رادیو فرداست زنگ زدم، اون موقع همکار من بود تو روزنامه اصغر آقا، که حسین ما داریم میریم تو ماهیا رو غذا بده، جد ماهی کوچولو ماهیا رو غذا بده، یک وقتی میرفتیم حسین خب کلید خونه ما رو داشت، ماهیا رو غذا
بعدم حالا از جون خودمون به خطر بود، ماهی ها طوری شد. شما و همسرتون و دو بچه پیوند شاپرک رفتیم، پیوند خورسندی و شاپرک خورسندی با هم دیگه رفتین در خارج از رفتیم به شهر ویندزور در معیت پلیس پلیس انگلیس که اون ترور انجام بشه و شما ترور نشین. نه اینا بس که نقشه ترور بود اینجوری که الان من خوندم، شب ترور صبح قرار بوده شما ترور بشین ساعت 8 صبح. بله طبق اسناد دادگاه 8 صبح قرار بوده ترور بشین، شب آقای مصباحی زنگ میزنه به پلیس انگلیس و میگه داستانو و مشخصات تروریستا رو میگه و میگه که این تروریستا نمیم از سر خیابون قرار را بیفتن بیان ساعت فلان و سر ساعت 8 که خورسندی میاد بیرون بزننش و پلیس هم میره بر طبق همه این شواهد و نقشه‌ای که مصباحی داده بوده اون تروریستا رو میگیره و بعدم نقشه لو میره و پیش از این. ولی شما نیمه شب رفته بودین خارج انگلیس با خانواده. عرضم به خدمتتون که چیزای زمانش نمیدونم، ولی عصری بود که پلیس آمد مثل که روز بعد قرار شده که یه اتفاقاتی بیفته یا باز یه چیز دیگه هم میتونه باشه که اینا دستگیر کرده باشن، ولی احتیاطای بعدی دیدین که یه جایی قتل اتفاق میفته تازه میان نوار زرد میکشن. ما احتمالاً این بعد از قضیه میتونسته باشه که ما گفتن 400 به 400 زنگ بزنیم، آقام تلفن موبایل نبود و ده پنسی باید میدوخت که ما تمام روز اون میرفت. که حالا خیلی بامزه که ایرانی هستیم دیگه، ما چهارشنبه رفتیم اینا گفتن که ما تکلیف که معلوم شد همه چی چیز بشه میگیم شما برگردین. شنبه صبح رنگ زنگ زدم یه شماره بهم داده بودن گفتن امروز میتونیم برگردین. بعد من گفتم میشه یه روز دیگه ببینیم، بلکه من یک شمه قرار گوشی بودیم با فرهنگ قویمی و اون عزیز آقای اسنشری و چند دوستان که پیکنیک کنیم، چون اونجا محله با صفای ویندزور قصر تابستانی مرکز. اینا تعجب کردن که تو چرا ما تبعیدتون کردیم یا چرا میخوایی یه روز به اضافه بمونیم. بعد دوباره برگشتیم و روزنامه‌مون دوباره در آوردم و حالا دیگه من اطلاع بیشتری نداشتم، پلیس هم اطلاعات دیگری به ما نداد. من هم زیاد کنجکاو نبودم، نه قضیه رو میخواستم جدی بگیرم نه میخواستم حضوری داشته باشه این خوف و رجا در زندگی خصوصی من. آره و ولی بچه‌ها خیلی آزرده شده بودن، یه علت چمینه خانواده ایرانی پدر مادر ایرانی هیچ بچه‌ها نمیگفتیم و به همین دلیل بچه‌ها از کانال‌های دیگه خبرای کسب می‌کردن که آزرده می‌شدن. و میگم این باز از اون اشتباهاتیه که ما هممون حالا پدر مادرای ایرانی داریم. بعد این با ایرانی شد؟ نه این انتقاد از خوده پدر مادر ایرانی. پدر مادر ایرانی چرا منظور خودمونیم دیگه، شما همینطورید. بعد اینی که من گفتم که خودم هم چندان اطلاع نداشتم، یاد یک جوک بیفتم. آخه میگن که یه بابایی از ساختمون پلاسکو پرد شد پایین. یاد ساختمون پلاسکو بخیر توی جوک های ما هم آمده بود، جوک ساختمون پلاسکو این بود که میگفتن طرف از بالای ساختمون پلاسکو میخوره کف خیابون اسلامبول، بعد پا میشه مردم دور جمع میشن میگن چی شده، میگه نمیدونم منم الان رسیدم. و زمین که یاد ساختمون پلاسکو رو گرامی میداریم، من هم باز مثل همون بابایی که خورده بود کف خیابون اسلامبول نمیدونستم چه خبر شده، تا اینکه در دادگاه میکنوس آقای مصباحی اون شرح چیزو دادن که دو مرد عرب، یکی چاق یکی خیلی چاق، که من نمیدونم این دومی چقدر چاق بوده. با آقای مصباحی هم رو صحبت میکردیم که خیابون ما رو که فکر کنم این چاقه رو گفته بودن صحبه رو پیادر لاغر چی بکردم. بعد آقای مصباحی که اینا رو گفتند خب من یه مقداری هم آگاه شدم به قضیه، هم تو این فکر افتادم که حالا تقریبا با آقای مصباحی چی هست، برم و با آقای مصباحی که یک مأمور تیم ترور بوده، البته توی اقرارایی که ایشون دارن تو تون کتاب هم هست، ایشون
عضو تیم نبودن میگن من مترجم تیم بودم. آره ولی به هر حال ایشون من توضیح دادم بعد از اینکه میان لو میدن به پول، یعنی این جزء چیزایی که هنوز باز نشده و با آقای مصباحی هم من دست کم نتونستم تماس بگیرم مستقیم به این من صحبت کردم باشون. حالا کدوم همین من می‌خواستم نکته مهمی که بعد از اینکه شما رو نقشه ترور شما رو افشا میکنن و شما خوشبختانه ترور نمیشین، ایشون برمیگردن 7 8 سال تو همون دستگاه کار میکنن و بعد آقای بنی صدر هم توضیح دادن به اونا نماینده خمینی میان با آقای بنی صدر ملاقات میکنن و اینها، یعنی من نمیدونم علاقه شخصی ایشون به شما بوده فقط قاعدتا دقیقاً اینطور بود. خب من... چی شد که رفتین ایشونو دیدین؟ آقا ببینید من بعد از اینکه ماجره میکنوس در دادگاه میکنوس بود دقیقاً که خبری آقای مصباحی نداشتم و یه مقدار به اکراه داشتم که بخوام تماسی بگیرم با مامور امنیتی جمهوری اسلامی، اصلا تکلیفم نمیدونستم تا 2 سال بعد از قضیه. 2 سال بعد از قضیه دیگه من کمی بازی جای خبرایی میشیندم، گفتم خب با این آقای مصباحی رو اصلا یه حالی بهش ندادیم و حالا ایشون به ما حال داده. تلفن کردم به آقای بنی صدر که یک نامون یک نشانی از آقای مصباحی بگیرم. آقای بنی صدر گفتن که هیچ اطلاعی از آقای مصباحی ندارند و آقای مصباحی هم بعد من گفت یه دوری بوده که دیگه فشارای دولت آلمان طوری بود که ایشون اصلا خودشو گم کرده بود، خیلی اذیت شده بود. فشارای دولت آلمان؟ بله بله، یعنی ایشون پناهنده شده بودن به آلمان. بله دولت آلمان بر اساس فشاری که جمهوری اسلامی می‌خواست به آقای مصباحی بیاره بدجوری ایشونو در منگنه گذاشته بودند. بنابراین وقتی که آقای بنی صدر نداشت شماره آقای مصباحی رو باز من وجدانم راحت شد، خب نیستن آقای مصباحی، تا اینکه 2-3 سال پیش کتاب خانم رویا حکاکیان در اومد به انگلیسی که قاتلان قصر فیروزه. توی اون کتاب پسر من داشت کتاب رو میخوند، گفتش که آقای مصباحی تو این کتاب میگن که من اگر نبودم الان خورسندی زنده نبود. دقت کردی؟ بعد این حرفو که توی کتاب خانم حکاکیان خوندیم من گفتم پسر جان دیگه ما باید بریم آقای مصباحی رو پیدا کنیم، از طریق رویا حکاکیان ایمیل آقای مصباحی رو و تلفنش رو و قرار گذاشتیم در دوسلدورف آلمان در حومه اونجا زندگی میکرد. ایشون برای ما هتل گرفتین، کتاب خانم رویا حکاکیان اساسین آف دی ترکس. خب شما قرار گرفتین با آقای آره تو همین مصباحی و رفتین مستقیم منزل ایشون در قلباب. بله مهادی خورسندی مقتولم و شما قاتلین، سلام علیکم. نه نه این عکسی که ببینین تو هتل ایشون بر ما هتل گرفت، اول رفتیم هتل بعد این عکسی که با هم گرفتیم، گفتش که من اصلا نمیخواستم این فکر رو بکنم، یعنی فکر کردم اصلا نمیخواستم به زبون بیارم منظورمه، این گفتین این عکس پرسین قاتل و مقتول خود مصباحی گفت. آره در کنار هم و ایشون اومد هتل هم دیگه بسیار گرم بسیار مهم ما مثل که چلسو بود میشناختیم و بعد گفت ایشون که هتل برای چی، اصلا هتل خودش گرفته بود ولی گفت بریم خونه، رفتیم حیات خونه ایشون کباب درست کردیم و به اصطلاح خارجی و باربکیو درست کردیم و من با خانوادهش آشنا شدم. او عرضم به خدمتتون که یه مقداری مشکلات در ایران با خانوادهش نذاشته بودن بیان، اینا مجبور شده اینجا یه زندگی دیگری می داشت و دیدار خوبی بود، برای من غیر منتظره بود، تجربه نداشتم و آقای مصباحی برام تعریف کرد که به هر حال من حیفم اومد که بعد گفت من رفتم فرانکفورت از اونجا به ناش اومد دادگاه میکنستم. وقتی که آقای مصباحی گفتش که من چنین کاری کردم با انگلیس ها با پلیس انگلیس مطابقت کردن، دیدن که درست هستش و این آقای مصباحی اون تاریخ این چیزاش با هم میخونه. من اتفاق کردم به رضا علامه‌زاده دوست فیلمسازمون گفتم که یک سناریوی جالبیه که حالا قاتل و مقتول در کنار هم، این هم داره صحنه عکس رستوران میکنوسه که شما اشاره کردیم به دادگاه میکنوس پخش کردیم. آره. هرچی عکس مشترک اگر داشته باشیم از آقای خورسندی و آقای مصباحی
نشون بدیم. یه عکس تو حیات داریم کباب درست میکنی. بله بله. خب بله با آقای علامه‌زاده تماس گرفتیم. علامه‌زاده که میتونی بیا یه فیلم، این همون عکسیه که این زیرش من نوشتم که صیاد پی سید دویدن عجبی نیست، سید از پی صیاد دویدن مزه دارد، که داریم کباب درست میکنیم، آقای مصباحی داره باد میزنه و من هم دارم اونجا شراب میشم به سلامتی آقای مصباحی. بعد علامه زاده که صحبت کردیم که سوژه خوبی برای فیلم، آقای مصباحی جالب بود گفتش که ولی اگر شما بخواید فیلم بسازیم این قضیه باید قبلا به من بگین که من قیافم رو عوض کنم، ریش بزنم و پولان و اینا، که شناخته میکنم که شما رو که همه میشناسن. نه نکته که گفت جالبه، گفتش که آره ولی من، ایشون مهندسه و با آلمانا کار میکنه، گفت ولی همکاران آلمانی من نمیدونن که من چی کارم. یه بار یه فیلمی دیده بودن راجع به مسائل تروریستی و منو دیده بودن توش، خیلی تعجب کرده بودن. یا پدر مادر همکلاسی های بچه هام وقتی که منو ببینن که سر به هر حال ایشون این قضیه عملی نشد، همون یک دیدار بود، قرار شد که ما با هم تو اون دیدار، من راستش بگم اصلا نمیخواستم ما این دیدار دوستانه رو وارد مسائل امنیتی و اینا بشیم و یه مجلس سوال جورنالیستی که میتونست منو باید میبردین با خودتون، من تمام چیکوپی که قضیه رو در میارم این قرار شما رو ببرم دیگه خودم نمیبرد. آره ولی وقتی مجلس شراب و کباب و دیدار دوستانه هست، بعدم من ایشتی براتون بگم برای شما راحتی که در این مورد کنکاش کنین. بله. برای من همچنان دلم میخواد که اینها پشت یک دیواری باشه و من بتونم کارم رو بکنم. به قول شاعر راجب اعتماد سالگرد انقلاب میگه که آمد و با همه پختگیم خامم کرد، آمد و با همه پختگی هم خامم کرد، ملت زنده بودم امت اسلامم کرد، بر درختی که خودم کاشتم آویخت مرا، با تنابی که خودم بافتم اعدامم کرد. حالا میخواستم که در واقع عملا ببینم که هیچ توقع نداشتم که آقای خمینی که خودش آقای مصباحی گفتش که ایشون خودش به قد خط خودش داشته بود که اعدام این هادی خرسندی جایز. ولی من با ایشون اختلافی نداشتم، ولی فکر کردم که من این گفتم که بچه ها این نقشه جغرافیا، ایشون دلخور شده که من چرا این گربه هم مال همون کل گربه شده، بچه های نقشه جغرافیا هست چرا نگفتم بچه ها این نقشه ام الخور هست. ببینید من یه نکته رو بگم خدمتتون که آقای مصباحی، ابوالقاسم مصباحی، آدرس دقیقش که آقای خورسندی دادن در دوسلدورف، رفتن منزلشون، دیگر در دوسلدورف نیستن. اگر احیانا کسی دنبالشونه برای اینکه آقای مصباحی رو این بار ترور بکنه، باید بره یک کشور دیگه. و خیلی در مزیقه بود البته. یک و دو اینکه ببینید، من تنها چیزی که الان میخوام ازتون این است که این شعر بهمن 57 و تقدیمی به دهه فجر نظام مقدس خواهش میکنم بخونید. من بگم براتون که گاهی فکر میکنم که شاید سزای من ترور شدن بود، سزای آدمی که گز نکرده پاره میکنه و همراه ملت به عنوان یک آدمی که حالا شاعره ولی میره از یک آروی کار آمدن یک رژیمی حمایت میکنه که میاد هزاران جوان رو میکشه. کاش من هم نمیدونم، گاهی احساس گناه میکنم. البته اینم براتون بگم که ضمناً اولین کسی که اولین نجریه ای که خلاف مخالفت جمهوری اسلامی در همون سال 58 در آمد، هنوز دوره یک سال از انقلاب نگذشت ده بود و گذاشت توی کار جمهوری اسلامی، همین روزنامه از خلقای ما. اینم من بگم برای این تروریست های آینده جمهوری اسلامی که من اون موقعی که آقای مصباحی به هر حال
من رو از مرگ طبیعی جمهوری در جمهوری اسلامی مرگ طبیعی اینه که آدم ترور بشه. من اون موقع هنوز 40 سالم نشده بود، در آستانه چلچلی بودم، ولی امروز منشون بگم حتی نه تنها خود من، این بیمه درمانی مجانی بریتانیا هم خوشحال میشه که منو اینا هم کلسترولم بالاست، هم فشار خون دارم، هم قند دارم، هم دیگه اصلا بنیه زیادی ندارم، اصلا هیچ ترسی ندارم و از ماموران مصباحی های بعدی جمهوری اسلامی خواهش کنم و جلوی قضیه رو نگیرن و بگذارن که ما میگم به مرگ طبیعی در جمهوری اسلامی ترور بشیم. آقای خورسندی خواهش میکنم که این شعر بهمن 57 رو بخونین برای بیننده. تمنا میکنم. انقلاب بعد خیلی خوب سانسور نکنم. آهان یک کلمه های توش داره، خودتون بیپ بذارین دیگه بیپ وقتی میخونین لطفا. میشه اولش دوست بیپ زاپاس بگم بعد اینا رو میخونم؟ مردم خودشون بیپ ها رو سلجاش بذارن. در خیابان ها دویدم بهمن 57، در خیابان ها دویدم بهمن 57، حنجره خود را دریدم بهمن 57، جام زهر ارتجاع و مذهب وامانده را مثل شربت سر کشیدم بهمن 57، شد امام امت از بهرم شهید کربلا، شاه شد شمر و یزیدم بهمن 57. ور کسی بد گفت از آخوند و شیخ روزخان، من خودم بر او پریدم بهمن 57. اینا اعتراف به گناه میگن، از بار گناه میکاهد. گشنه افتادم به دشت جهل مثل گوسفند، سیر در آنجا چریدم بهمن 57. چه گوارا کرد از میدان فوزیه ظهور، بهر خود نقش آفریدم بهمن 57. دیو را آمد، دیو چو بیرون رود فرشته در آید، دیو را کردم برون آمد فرشته از درم، روی بالش آرمیدم بهمن 57. در سرم سودای آزادی و استقلال بود، داد بی بی سی امیدم بهمن 57. حالا ما وی آی رو با بی بی سی دعوا نندازیم ها، یه بار دیگه میخونم که اگه نشیده باشه. در سرم سودای آزادی و استقلال بود، داد بی بی سی امیدم بهمن 57. شاه فرمود این صدای انقلاب ملت است، حرف او را باوریدم بهمن 57. من به پاسخ بسیار از هموطنان عزیز سلطنت طلبم رو بدم که ما یه مقدارم تحت تاثیر شاه که گفت این انقلابه ما دنبالش رفتیم، شاه فرمود این صدای انقلاب ملت است، حرف او را باوریدم بهمن 57. شب گمان کردم ویولون میزند شیخ دغل، نغمه را صبحش شنیدم بهمن 57. عاقبت پاکش کنم از دامن مام وطن، انقلابی را که دم بهمن 57. بسیار خوب، متشکرم. دید رو هم همینجوری. بله خیلی خوب. نه دیگه برگن نه بر نگردی. درود بر شما. یکی از شعرهای بسیار پرخوانده شده هادی خورزندی است بهمن 57. ببینید، روزنامه‌نگاری طنز یکی از مشغله‌های همیشه آقای خورسندی بوده است و من الان دیگه فرصتی نیست بخوام همه کارنامه رو حتی تیتروار بگم. اول این فیلم رو ببینین، این یکی از کارهای ناب هادی خورسندی است در کار روزنامه‌نگاری طنز.
این فیلمو ببینین، مانور تکاوران نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی است. اینو ببینیم، برگردیم. نصرالله عزیزی، شهید ناب سروان علی کهوری نژاد، شهید ناب سروان حسن رونده و شهید دریادار محمد ابراهیم همتی و شهید ناب سروان حمید قهرمانی و ده ها شهید و صد ها شهید سرفراز دیگر که در حراست و حفاظت و پاسداری از آبها و مرزهای دریایی کشور عزیزمان ایران عاشقانه بر قلب دشمن تاختن و این آرامش و امنیت را به همه ما هدیه دادن. یاد و خاطره همه شهیدان سرفراز را گرامی می‌داریم. فرماندهی محترم کل ارتش جمهوری اسلامی ایران امیر سرلشکر صالحی. بله، ببینین کوزه نشکست دیگه، دیدین دیگه، کلی هم بارها و بارها خندیدیم، هممون خندیدیم. های خورسندی چند ربایی نوشتن با عنایت به این فیلمی که دیدین. خورسندی ربایی ها خب چند تاشو، سه تا چهار تاشو خواهش میکنم ببینین. اینا بهتر راجب این کوزه بگم، بهتر نبود راجب خودم بگم که حالا میخواستن تیر بزنن در نرفت تیرشون. این کوزه نماد خلق یک دنده ماست، رسوا کنه دشمنان شرمنده ماست، با مشت و لگد به ناکسان وا ندهیم، این سابقه از ازل به پرونده ماست. این کوزه ز خاک خاوران آمده است، بر فرق سر تکاوران آمده است، تا روی شما سپاهیان کم بکند، از جانب خست مادران آمده است. ارتش اگر از برای مردم باشد، باید که منادی تفاهم باشد، صد کوزه توف بروی آن فرمانده، وقتی که غلام حوزه قم باشد. همین سه تا بسه؟ باش. اینا البته رو فیسبوک من همش هست، با فیلم کامل و ربایات کامل تبلیغم کرده باشم برای فیسبوکم. ببینید، یک نکته دیگه هم تا فرصت داریم من مختنم بشمارم که اون عکسی هست که از کارهای بامزه هادی خورسندی است، باز در طنز روزنامه نگارانه، عکسی هست از خانم عفت مرعشی همسر هاشمی رفسنجانی که گذاشتند و نوشتند. بله، این آنچه که ببینید نوشته شده از نشریات انتخاب، به نشریات جمهوری اسلامی نوشته است، به نوشته سایت انتخاب، همسر آیت الله در دلنوشته کوتاه در کجا، در اولین صبحانه بدون او به رسم 58 سال زندگی مشترک، بدون آقای هاشم، بدون همسرش. خب این دلنوشته کوتاه را روی کاغذ نوشت خانم عفت مرعشی. به عادت هر روز صبح بشقابی برایش روی میز صبحانه گذاشتم، نگاهش کردم، آش خکبر آقا چهرهش امروز از همیشه نورانی تر بود. خب بعد آقای خورسندی زیر این توضیح نوشتن، توضیحش رو نشون بدین تا هم بخونم. نوشتن، خودتون بخونین آقای خورسندی. نه من بخونم. نه این تیکر رو خواهش میکنم خودتون بکنم. عکس و شرح تلخیص ها همونجا؟ آره اینه، بیا. عکس و شرح تلخیص، اگرچه نمایشی، بانوی مومنه فاضله پس از 58 سال زندگی مشترک، اولین صبح بی او سر صبحانه. من هم برای خانواده آن مرحوم تسلیت دارم، اینو از دل میگم، اما آقای هاشمی رفسنجانی بیگمان برای خانواده‌اش مردی نازنین بود، پدری مهربان و شریف، شوهری دلسوز و با عاطفه. او دستور قتل هیچ یک از اعضای خانواده‌اش را نداد و زمینه‌ساز اعدام هیچ کدام از فرزندان و همسرانش و همسرش نشد. راستی در اینترنت هیچ عکسی از اولین صبحانه همسر سعیدی سیرجانی، همسر عبدالرحمن برومند، همسر دکتر سامی، همسر غفار حسینی، همسر دکتر قاسملو بعد از کشته شدن شوهرشان پیدا نکردم. معلوم می شود آنها صبحانه نمی خوردند.
و عکسی از مادران اون همه جوانی که کشته شدن در زندان‌های وین و هیچکی نرفت سر صبحانه. به مادرها تصفیت بگه تازه پدرام رفته بودن پول گلوله رو گیر بیارن که بدن به ماموران آقای رفسنجانی. آقای خورسندی لطف بفرمایید در این یک دقیقه فرصتی که داریم یکی بهتون بگه یه ربایی برای من بخون چی به ذهنتون میاد؟ من این ربایی رو که همیشه دوست دارم بخونم برای اشعری برای هموطنانم برای میگه که با طنزای همیشه من فرق میکنه بی تو بی تو نه امور این جهان لنگ شده بی تو نه امور این جهان لنگ شده نه بین زمین و آسمان جنگ شده نه کوه شده آب و نه دریا شده خشک اما دل من برای تو تنگ شده. اینو من به مناسبت‌های مختلف می‌خونم. حالا اگر که بازم جا داریم یه دقیقمون ری کرد یکی دیگه هم بخونم. آن شنیدستم که در کاشان شبی شیخ را زد نیش جرار عقربی. صبح روز بعد عقرب مرده بود، شیخ او را جای میگو خورده بود. خیلی خیلی سپاسگزارم آقای خورسندی و امیدوارم بهتون خوش بگذره و سفر موفقی مثل همیشه داشته باشین در استنفورد با آقای عباس میلانی، آقای بهرام بیضایی استاد و دیگرانی که اونجا در کنار شما خواهند بود. بریم پرده آخر، ولی قبلش باشیم، قبل از اینکه بریم پرده آخر، این پرده آخر رو ببینین. برنامه یک مقدارش طنز بود. خود این خنده‌ای که دارین می‌بینین من نمی‌دونم واقعاً می‌شود در طنز گذاشت، حذف گذاشت، حجب گذاشت، اصلا گریه گذاشت یا خنده. بریم. دارم دردم من بی خود اون روبایی خنده دارو خوندم. آقا خندهش گرفت. شب و روزگار خوش.